به نام خدا و سلام. در 120 ثانیه پیش رو همراه ما باشید با تازه ترین اخبار در وزارت راه و شهرسازی. وزیر راه و شهرسازی در دور دوم سفرهای استانی به خراسان جنوبی در مراسم آغاز عملیات اجرایی آماده سازی سایت 350 هکتاری برای ساخت خانه‌های یک طبقه حیاتدار مطابق با سبک الگوی ایرانی اسلامی از فراخوان به بانک‌ها برای تسری در پرداخت تسهیلات خبر داد. با حضور وزیر راه و شهرسازی 50 کیلومتر باند دوم و 120 کیلومتر پروژه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در خراسان جنوبی در مجموع با اعتبار بیش از 800 میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری رسید. معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی از افتتاح ششمین نمایشگاه حمل و نقل لوجستیک و صنایع وابسته در یک شنبه 27 آذر ماه خبر داده و اون رو فضایی برای تعامل میان متقاضیان و شرکت‌ها و سازمان‌های فعال در حوزه صنعت حمل و نقل دونسته. افندی‌زاده از برگزاری کارگاه‌ها و میزگردهای تخصصی توسط مدیران عالی رتبه و محققان دانشگاه‌ها در این نمایشگاه خبر داده. مدیرعامل شرکت ساخت از بهره‌برداری 561 کیلومتر راه آهن تا سال آینده خبر داده و گفته بهره‌برداری از 293 کیلومتر آزاد راه‌های در حال ساخت در برنامه قرار دارد که در این صورت 3.5 برابر متوسط سالانه ساخت آزادراه در سال آینده تحقق خواهد یافت. و بالاخره اینکه با حضور رئیس سازمان هواپیمایی کشوری فرودگاه بین المللی کیش به عنوان سومین فرودگاه مطابق مقررات جدید گواهینامه فرودگاهی دریافت کرد. گفت انیس ممیزی این فرودگاه در حوزه‌های زیرساخت، عملیات تعمیر و نگهداری فرودگاه، ساختار سازمانی، آموزش و سیستم مدیریت ایمنی مورد ارزیابی بازرسان دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی قرار گرفت که شرح کامل تمامی این اخبار رو میتونید در پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نشانی news.mrud.ir مشاهده کنید. مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی.